86 یا 97 کامران قاسم‌پور بالاخره قراره تو کدوم وزن کشتی بگیره؟ سلام خدمت همراهان، کامران قاسم‌پور یکی از بهترین کشتیگیرای ایرانیه که تو چند ماه گذشته به دلیل چند مصدومیت متوالی موفق به حضور تو مسابقات زیادی نشده. کامران که سابقه قهرمانی تو وزن 92 کیلوگرم کشتی آزاد تو مسابقات جهانی رو داشته، تو ماه‌های اخیر گزینه حضور تو وزن 97 کیلوگرم بوده، وزنی که از وزن نرمال اون تا حدودی دوره و تو تنها مسابقه‌ای هم که کامران تو این وزن حضور داشته نتیجه خوبی به دست نیومده. کامران قاسم‌پور با قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2019 تو وزن 86 کیلوگرم خودش رو به عنوان یک کشتیگیر سرحال و آماده به کشتی ایران معرفی کرد. کامران تو انتخابی تیم ملی برای المپیک 2020 مقابل حسن یزدانی ناکام موند و بعدش به وزن 92 کیلوگرم رفت و موفق شد تو این وزن یک قهرمانی آسیایی و دو قهرمانی در مسابقات جهانی رو به دست بیاره. کامران تو مسابقات قهرمانی جهان دو سال متوالی جیدن کاکس کشتیگیر مطرح آمریکایی رو شکست داد و به قهرمانی رسید، ولی امسال یه مصدومیت بد موقع باعث شد تا کامران قاسم‌پور غایب بزرگ تیم ملی کشتی ایران تو مسابقات جهانی باشه و در غیاب کامران امیرعلی آذرپیرا تو یه وزن پایین‌تر کشتی گرفت و خیلی زود از دور مسابقات کنار رفت. مصدومیت‌های متوالی ولی باعث شده تا کامران مسابقات زیادی رو از دست بده و تنها رقابتی که تو چند وقت اخیر تو شرکت داشته مسابقات جایزه بزرگ زاگرب بوده، جایی که قاسم‌پور تو وزن 97 کیلو کشتی گرفت و به کایل اسنایدر آمریکایی تو نیمه نهایی باخت. هرچند تو این مسابقات امیرعلی آذرپیرا تو فینال این کشتیگیر آمریکایی رو شکست داد و به قهرمانی رسید. برای آگاه کردن ما از علاقه خودتون و انگیزه دادن به ما برای ادامه مسیر، ویدیو رو لایک کنید. کامران قاسم‌پور و حسن یزدانی دو دوست صمیمی همدیگه هستن و البته دو رقیب کاملا جدی. هر دو کشتیگیر مدعی حضور تو وزن 86 کیلو بودن که کامران سه بار تو مسابقات انتخابی تیم ملی به حسن یزدانی باخت و بعد از این باختای متوالی و البته پتانسیل بالای این کشتیگیر بود که کامران یه وزن بالاتر کشتی گرفت و دو قهرمانی جهان رو هم به دست آورد. تو سالهای اخیر همواره این بحث مطرح بوده که کامران قاسم‌پور توان شکست دادن دیوید تیلور رقیب دیرینی حسن یزدانی رو داره و باید بهش فرصت کشتی گرفتن با این کشتیگیر آمریکایی داده بشه، ولی تو تمام این سالها قاسم‌پور یا پشت خط یزدانی مونده و یا تو وزن بالاتر کشتی گرفته. با وجود اینکه کامران یک کشتیگیر 86 کیلو بوده، ولی سالهاست داره تو وزن 92 کشتی میگیره و در واقع بدنش رو با شرایط وزنی این دسته تنظیم کرده. از طرفی این دسته وزنی هم تو المپیک حضور نداره و کامران مجبوره یا تو وزن 97 کیلو کشتی بگیره یا اینکه به وزن پایین‌تر بیاد و تو 86 کیلو رو تشک بره. حضور تو 86 کیلو به معنای کم کردن چند کیلو وزن و تحلیل رفتن بدن او تو وزن بالاتر هم کار با رقبای سنگین تر واسه کامران خیلی سخت میشه، مثل کشتی هایی که جلو اسنایدر گرفته و باخته. به جز مشکلات مربوط به وزن، باید به این هم توجه داشت که تو 86 کیلو احتمال بازگشت یزدانی زیاده و اگه کامران تصمیم به حضور تو این وزن بگیره و یزدانی برسه، کامران قمار بزرگی کرده. هرچند تو 97 هم ماجرا به شکل دیگه ایه و در واقع الان کامران نمیتونه ادعا کنه که نفر اول این وزنه و امیرعلی آذرپیرا همین چند ماه پیش خودش رو به عنوان مدعی جدی این وزن معرفی کرده و نباید فراموشم کرد که کشتیگیرای دیگه ای مثل مشتبه گلیچ هستن که تو این وزن مدعی هن. تمام این مسائل ممکنه دست به دست هم بده و کامران برای دومین دوره متوالی المپیک رو از دست بده.
نظر شما در مورد کامران قاسم‌پور چیه؟ به نظرتون بهترین دسته وزنی براش کدومه؟ حتما این پایین برام کامنت کنین و منتظر ویدیوی جذاب بعدی دانستنی یونیک باشین.